دانشکده اسلامی تاجیکستان معروفیتش را گم کرده استاده است. در تاجیکستان مبارزه علیه حجاب ادامه دارد. در تاجیکستان به 40% اهالی کشور آب تازه دسترس نیست. دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم معروفیتش را در کشور گم کرده استاده است. در این خصوص سنه 21 ینوری سال 2017 در صحبت با آژانس اطلاعاتی آسیا پلوس رکتور دانشکده تاجی‌الدین اسام‌الدین زاده خبر داد. اسام‌الدین زاده قید نمود که شماره دانشجویان طلبه کورسی یکم به 40% اختصار شده است. سال گذشته به دانشکده ما با 308 جای تحصیلاتی همگی 197 داوطلبان قبول شدند. از آنها 102 نفر در اساسی شرطنامه‌ای و باقی مانده‌اش بودجوی می باشد. سبب چنین کاهش یابی داوطلبان را رکتور دانشکده معنی داد کرده نتوانست. باید قید کرد که سال گذشته حکومت تاجیکستان یکچند مدرسه ها را از فعالیت بازداشت کرد. ولی به این نگاه نکرده مردم کشور میل داخل شدن به دانشکده اسلامی برای آموزش را ندارد. مشاهدان قید کرده میگویند که آموزگاران دانشکده اسلامی از طرف کمیته آید به کارهای دین سنجش میگذارند که در کمیسیه اتستاسیونی کارمندان امنیت ملی کشور نیز اشتراک میکنند. طلبات کمیسیه مذکور سخت بوده، کمی از آموزگاران آن را گذشته میتوانند. از آنها نفرانی میگذارند که به رژیم امروزه تابع هستند و اسلام را غلط معنی داد میکنند. آنهایی که موقع خود را نسبت به اسلام گم نکردند از جای کار سبکدوش میشوند. در حقیقت حالت مذکور چند سال است که دوام دارد و مردم این حالت را درک نموده در ذهنشان فکری از دانشکده اسلامی فهمیدهای حقیقی اسلام را پیدا کرده نمی شود، پیدا گردیده است. سبب چنین کاهشیابی داوطلبان عیناً در همین می باشد. سنه 27 ژانویه در کنفرانس مطبوعاتی رئیس کمیته آید به کارهای زنان و آیله نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان ایدیگل قاسم زاده در برآمد خود باز موضوع حجاب را بررسی کرد. علاوه بر این ایدیگل قاسم زاده آشکار زنان تاجیک حجاب پوش را زیر تحقیر قرار داد. با گفته او کمیته زنان یک جای با مقامات حفظ حقوق به نزدیکی رید ها گذراندند که مقصد از این چاره بینی دستگیر کردن زنان حجاب پوش بود، نه اینکه زنانی با لباس ملی. ما شخصا شاهدی آن گشتیم که زنان حجاب پوش با دلگی مشغول بودند، ابراز نمود ایدیگل قاسم زاده. به فکر او اگر زنها به جای مدنیت ملی مدنیت بیگانه را قبول نمایند، ناپاک دامنی کردن برای آنها یک کاری انعنوی شده میماند. اینچنین رئیس کمیته زنان و آیله به زنان تاجیک مراجعه نموده گفت زنان تاجیک نباید ریشه های خود را فراموش کنند، آنها باید لباس ملی تاجیکی بپوشند. واحده عندما تاتي الى الجامعه مثلا بحجاب التي ترى جالب دقت است که تاریخ شناسان میگویند که از قدیم لباس ملی زنان تاجیک این لباسی بود که زیباگی زن را از چشم بیگانه میپوشاند و این لباس از دین اسلام به آنها مانده است. لباس ملی که از طرف رژیم رحمان و هم مسلکانش به زنان تاجیک تحمیل شده ایستاده است با مسلمانان این منطقه یگان علاقه ای ندارد، میگویند تاریخ شناسان. معمای دسترسی آب تازه یکی از معماهای مهمترین در نزد اهالی کشور تاجیکستان به حساب می رود. بنابر معلومات رسمی حکومت به 42.4% اهالی کشور تاجیکستان آب تازه نوشاکی دسترس نیست و برای دسترس کردن آب نوشاکی آنها مجبورند که خراجات های زیادتی کرده آب را بخرند. در این خصوص سخنان دیرکتور کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی علی مراد اسلامزاده را سنه 23 ژانویه سال 2017 آژانسی اطلاعاتی رادیو آزادی می آورد. حالا باشد تاجیکستان با ذخیره های آب تازه در جهان و منطقه در جایهای پیشرفت بوده. ذخیره های آب تازه به هر یک سری کسی اهالی در یک شبانه روز به 28 متر کوبی برابر می باشد. باید قید نمود که معماهای کشور روز از روز زیاد شده ایستاده است، ولی به این نگاه نکرده حکومت تاجیکستان تا حال در خصوصی موفقیت هایی که به آن نرسیده است سخن می راند. به عقیده کارشناسان
اگر حکومت میخواست اللکای این و مانند این معماها رو حل میکرد. از بس که حکومت داران در باطلاقی رشوت خوری غیتیده است، معماهای مردم کشور به آنها بیگانه میباشد. یادرست کردن لازم است که بنابرای معلومات تشکیلات بین المللی آیدی درجه از خود نمودن فساد، ترانسپرنسی انترنشنل، تاجیکستان در جای 151 از 176 کشورهای جهان به حساب می رود. حساباتی جنبستی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای سال 2016. بیشتری شهروندان تاجیکستان میخواهند کشور را ترک کنند. مأموریت روحانی روسیه بجلب نمودن امامان تاجیک برای موعظه کردن بین مهاجران مهنتی کوشش دارد.